vazio. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه افق و برنامه جهان آرا. طبق روال شبهای گذشته همین ابتدا از شما دعوت میکنم تا بخشی از پشت صحنه و گلچینی از صحبتهای دکتر فریدون عباسی رو که شب گذشته از این برنامه پخش شد و با هم ببینیم. ایام خبری که خیلی در رسانه‌ها حسابی داغ هستش این هستش که جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته تا تعهدات برجامی خودش رو کاهش بده. وقتی که ما یک توافقی با اونها می‌کردیم، چه در تهران، چه در پاریس، چه در بروکسل، در جلسات مختلف، همین سه کشور پیشنویس یک عهدنامه‌ای رو در شورای حکام آژانس بین‌المللی بر علیه ایران میدادن. اون موقع که بیشتر تحریم شدیم، ببینید رشد بیشتری کردیم. موقع که تعلیق بوده عقب نشینی کردیم، رشد نداشتیم، تازه یه فشار بیشتری هم متحمل شد. پاییز 92 همه هسته‌ایم رو تعطیل کردیم و از دست دادیم در مذاکرات اولی که آقای ظریف تشریف بردن در ژنو، در ژنو 1، و تمام دستاورد علمی فنی رو در یک دو صفحه گذاشتن اونجا و آمدن تو این قضیه. یعنی ما در سال 92 تعطیل کردیم، حدود 11000 تا سانتریفیوژ اون موقع داشته کار میکرده، 7000 تا 8000 تا نصب شده داشتیم آماده راه اندازی. خب چرا راه اندازی نکرده بودیم؟ متخصصان ما جدی کار کردن، انسجام مدیریت در کشور وجود داشت، چه بخش فنی انرژی اتمی، چه شورای امنیت ملی، اینها همه با هم هماهنگ بودن. دولت هماهنگ بود با شورای امنیت ملی، انرژی اتمی و دستگاه دیگه. اینها در همون دوره، یعنی بین 82 تا 84 صداقت نداشتن. بالاخره ما بعد از سالها امتیاز دادن در برجام و کاهش یک سری از توانمندی های هستی خودمون، امروز تصمیم گرفتیم در پاسخ به بدعهدی های امریکا و اروپا یک سری تعهدات خودمون رو کاهش بدیم. یعنی اون کاری که قبلا انجام میدادیم رو دیگه انجام ندیم. مردم قضاوت بکنن. من حرفایی که خودم میدونم واقعیه همونا رو گفتم خدمت. ممنون که بیننده برنامه جهان آرا هستید. امروز 18 تیر 1398، دقیقاً 20 سال از حادثه‌ای که توی تاریخ به اسم کوی دانشگاه مشهور شده میگذره. از همین رو در خدمت جناب دکتر علیرضا زاکانی، مسئول وقت بسیج دانشجو دانشگاه تهران هستیم تا هم خاطراتشون از اون ایام بشنویم و همین که ناگفته‌های تاریخشون برای ما بفرمایید. خیلی خوش اومدید به برنامه. خواهش می‌کنم. خدمت جناب علی و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. کرامت رو هم تبریک عرض می‌کنم خدمتتون هستم. خیلی ممنون. آقای دکتر، اولین سوال در این باره به نظر میرسه این هستش که اصلا چی شد که اتفاقی
به اسم کوی دانشگاه 18 تیر شروع شد. این بسترهایی که منجر شد که کشور 4-5 روز درگیر یک فتنه بشه و در واقع جدا از اون ناآرامی‌ها و آشوب‌هایی که انجام شد هر سال هم تحلیل‌های مختلفی در رابطه با اون منتشر بشه، این بسترهاش چی بود؟ این رو شما آیا صرفاً یک اتفاق می‌دونید که مثلا با چند اعتراض دانشجویی شروع شد یا نه ریشه‌های تاریخی داره که قبل از اون باید مورد توجه قرار بگیره؟ من قبلا هم عرض کردم توی این مناظره‌ای که بود اخیر پخش شد، من معتقد هستم که جهت محو کردن پرونده قتل‌های زنجیری و عدم رسیدگی به اون، کوی دانشگاه قربانی این پرونده است. یعنی در اول تیر جلسه ای تشکیل میشه، مسئولین کشور هستن و قرار جدی گذاشته میشه که وزارت اطلاعات حتما ابعاد مختلف پرونده قتل‌های زنجیری رو در بیاره و این تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بوده که این ابعادش معلوم بشه. خب در ادامه مسیری طی میشه که یک دفعه از درون مجموعه وزارت سندی بیرون میاد و روزنامه سلام این سند رو در 15 در واقع میزنه و بعد خود وزارت شکایت میکنه بر علیه روزنامه سلام و مبتنی بر شکایت وزارت اطلاعات دولت آقای خاتمی دستگاه قضایی این روزنامه رو در واقع تعطیل میکنه و توقیف روزنامه همانا و اعتراضاتی که ابتدا دفتر تحکیم درخواست تجمع میکنه، وزارت کشور مخالفت با تجمع میکنه و روز 16 آقای خاتمی آقای عباد رو میفرسته، آقای ربیعی رو میفرستن، آقای ابتهی پیغام میاره که آقای خاتمی میگن که این اعتراض وزارت اطلاعات بازپس گرفته بشه و عملا این میشه یک منشأی برای یک اتفاقی که از 17 شب یعنی شب 18 در کوی دانشگاه اتفاق میفته. پس شما شروع این قائله رو در واقع از خود وزارت اطلاعات دوره اصلاحات میدونید؟ بله بله، اصلا این که خیلی مشهوده، خیلی جالبه، سند رو میدن بیرون، سند که چاپ شد شکایت میکنن، اعتراض که صورت گرفت شکایت رو پس میگیرن و بعد هم دستور برخورد میدن و عملا مسیری رو میرن که ماحصلش وقتی میشه 18 تیر، فردا شبش میان اونجا آقای معین و دیگران و آقای تاج‌زاده و دیگران و بعد هم استعفا میدن. یعنی اصلا یه سیناریو خیلی قشنگ و شما این اتفاق میفته تا اینکه مثلا افکار عمومی متوجه بحث قتل زنجیری نشه. بله شما الان شما بعد از 20 اندی سال میدونی قتل زنجیری چه اتفاق افتاد بسش؟ چون برای اسکس بفهمید چه اتفاق افتاد. تحلیل‌های مختلفی منتشر شده ولی میخوام بدونم که شما پس تحلیلتون اینه که خود بله. وزارت اطلاعات پا قدم پا جلو میذاره زمان آقای یونسیس؟ بله بله کاملا زمان، یعنی در واقع دانشجو قربانی یک پرونده دیگه دارن میشن و اینجا عملا ضعف سیستم هایی رو که وجود داره و این سیستم ها نمیتونن پاسخگوی حوزه مأموریتیشون باشن و یا دست های پنهانی رو که از این حوزه مأموریتی سوء استفاده میکنه و میاد برای نظام چالش ایجاد میکنه رو میخوان این دست ها رو محو کنن، دانشجو قربانی این مسیر میشه. خب بعد از اینکه اون اعتراضات شروع میشه به نظر شما از همون حالا تا اینجا فرض میذاریم به همون تحلیل شما اعتراضات شروع میشه، یه سری آشوب‌های به صورت جسته و گریخته هم آغاز میشه حتی دانشگاه تهران از جمله خود کوی دانشگاه، از اینجا به بعد رو هم شما یک توطئه میدونید، یک کودتا علیه نظام میدونید؟ ببین این تعابیری هستش که سالهای سال گفته شده تو تحلیل‌های مختلف که کوی دانشگاه یک توطئه یا حتی یک کودتا بود علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی. یه عده میگن نه این اتفاقی بود که از دست مثلا مسببینش در رفت، یعنی اونا واقعا نمیخواستن کشور تا یک همچین مراحلی مثلا دوچار آشوب بشه، دوچار تنش بشه. شما واقعا تحلیلتون چی از این قضیه؟ آیا واقعا اونها میخواستن کشور رو اینقدر دوچار تنش و آشوب بکنن و اگر آره چه سودی میبردن از این قضیه؟ مثلا دولت مستقر چه سودی میبره از اینکه مثلا کشور یه هفته مثلا درگیر آشوب باشه بعد هزینه‌های سیاسی واسش داره؟
این توضیح نه هزینه سیاسی براش نداره، چون اینها در بحران زیستی و در حیات در بحران یک زیست خیلی پرنشاطی رو برای خودشون قائلن، از این جهت اینها رو هزینه نمی‌بینن. عرض کردم یه امر بزرگتری، یه جریان پنهانی که یک جنایت رو تو کشور کرده تحت عنوان قتل‌های زنجیره‌ای، قرار این پنهان شه، محو شه، و این امکان نداره الا با یک آشوب جدید و با یک بلوای جدید، که این بلوای جدید قربان هیچ دانشجو هستن. و نکته دوم این که این موضوع بناس کش پیدا کنه. مرحوم صحابی روز یک شنبه بعد از ظهر تو کوی دانشگاه حاضر شد و اونجا در موضوعاتی که مطرح کرد بحث ادامه مسیر به صورت نوبه‌ای و اعتراض به چله‌گیری بود. یعنی اینکه همون چی که در انقلاب تجربه شده بود و یه عده اونجا پیشنهاد میکردن. شما چطوری تعمیم میدید به نظر کل مثلا جریان اصلاحات تو اون برهه؟ مثلا شاید یکی بیاد بگه که آی صحابی موضع شخصیش بود، یا مثلا نه نهایتا موضع نهضت آزادی بود، مثلا جریان های دیگه مثل مشارکت، مجاهدین انقلاب، اینا موضعشون این نبود. شما چطوری اینو تعمیم میدید به بقیه؟ یه پیوستگی عمیق با هم دارن، پیوستگی عمیق با هم دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که این اعتراضات صورت گرفت، وقتی اعتراضات صورت گرفت روز یک شنبه، ما سه تا روکرد داشتیم تو این اعتراضات. روکرد اولمون این بود که ما مانع شیم از مواجهه و برخورد. این روکرد رو تا شب شنبه دوستان و بنده دنبال کردیم، حتی خودمون رو حائل قرار دادیم بین نیروی انتظامی و دانشجویان یا کسانی که به نام دانشجویان این اعتراضات رو می‌کردن. من یادم آقای شمس‌الوادین، آقای شمس‌الوازین و آقای تایزاده که اون شب اومده بودن به دانشجوها میگفتن برید داخل کوی شب شنبه، یعنی شب 19 فردا شب ماجرا، و برید داخل ادامه بدید که مواجهه و برخورد نشه. همونجا یه نفری بلند شد، من خودم به چشم همین فاصله 7 8 متری من اونجا بودم، دائم تو همون متر بودم، یه نفری بلند شد برگشت گفتش که برای چی برم داخل، ما تازه اومدیم از اون حمایت بکنیم، یک آدم هیکلی و از این عرض لعباش بود، اومده بود این قضیه مال شب 19 شب شنبه که دوری درگیری سنگینی اتفاق افتاد. لذا این مسیر نبودش که بخواد همین جوری کورکورانه دنبال بشه، کاملا سناریو سازی میشد، کاملا سناریو سازی میشد. شب یک شنبه ما تا روز شنبه صبح بنامون این بودش، تا شنبه شب بنامون بود که مانع شیم، یعنی شب شنبه مانع شیم. شنبه صبح به یه جمع‌بندی رسیدیم که به این دوستانی که در واقع هستن دارن این رو هدایت میکنن، بچهای دفتر تحکیم، بچهای در واقع انجمن اسلامی دانشگاه تهران بودن، به این دوستان کمک کنیم صحنه رو اداره کنن. پس تا شب شنبه ما می‌خواستیم مانع شیم. شما به عنوان بسیج دانشجو چطوری چه کمکی می‌خواستید به بچه‌های انجمن اسلامی بکنید؟ از این جهت می‌پرسم که خب معمولاً تا تاریخ بوده به قول آقا همیشه بسیج و انجمن دو قطب مخالف بودن، حالا همکاری هم کمتر با هم داشتن. مثلا چه همکاری می‌خواستید با بچه‌های اینجوری نبود که بخواد چیز بشه، ما قبول نداشتیم، ولی می‌خواستیم کمک کنیم جمع شه این پرونده. و لذا من وقتی شنبه صبح جلوی صحن سردر دانشگاه اون تجمع صورت گرفت، و جالب اینجا بودش که آقای ابوطالبی رو براش اهانت کردن و بهش سنگ و نمیدونم از این تشتک و از این چیزا براش بهش زدن، یه خانم اونجا بلند شد گفتش که بچه من، معلوم شد که مادر یک منافقی بود که به سزای عملش رسیده بود و اینجا اومده بود خونخواهی اون بچه خودش رو انجام بده. معلوم شد صحنه داره کنترل میشه و کسایی دارن وارد این ماجرا میشن. از روز شنبه که ما بنا شد، یعنی من خودم تصمیم گرفتم کمک کنم به دوستان انجمن که این قاعده جمع شه، حتی با آقای قبادی و با برخی از آقایون من صحبت کردم که ما کمکتون میخواییم بکنیم، ما کمک کنیم این موضوع دانشجویی باقی بمونه،
دانشجویی باقی بمونه و این ارازل اوباش نباشن، ارازل اوباش نباشن که استقبالم، مورد استقبالم قرار گرفته شد تا یک شنبه صبح که آقای نوری اومد، آقای عبدالله نوری اومد تو کوی دانشگاه، وزیر کشور، آقای عبدالله نوری، نه وزیر کشور نبود، آقای وزیر کشور که آقای لاری بود، آقای عبدالله نوری اومد تو کوی دانشگاه سخنرانی کنه. من همون پای تریبون آقای عبدالله نوری وایساده بودم، همون پای تریبون آقای عبدالله نوری وایساده بودم و اونجا سه دور ایشون شروع کرد صحبت کردن، جمعیت هوش کرد، چون شروعش شروعی بودش که جمعیت احساس میکرد که پشتبندش التهاب نیست، بعد ایشون قهر کرد، بعد دوباره قهر کرد، بعد جمعیت ساکت کردن، گفتن نه دیگه ایشون صحبت بکنه، صحبت کرد، ایشون با شروعش شروعی کرد و بعد هم شروع کرد مثل اینکه نفت بریزه رو آتیش، یه دفعه صحبت‌های بسیار تندی رو کرد که محصل این صحبت‌های تند فضا اصلا یادتون اونجا... اصلا چی میگفتش؟ همشون بحثشون این بود که جوری جلوه بدن که این حرکتی که صورت گرفته شده تصمیم نظامه، یعنی اساس حرف‌هایی که اونجا مطرح میشد این بود که این یه تصمیم نظام اسلامی است و این تصمیم گرفته شده توسط نظام اسلامی رو دانشجویان باید چیه؟ مقابله کنن. و نکته دومی هم که وجود داشت این بود که ماجرا رو ناکامل تعریف میکردن و ناکامل میگفتن، نمیگفتن که شب حادثه که اتفاق افتاده که دوره امتحانات بچه هم بوده و چه سختی هایی هم بچه ها در اون ایام معمولا دارن، در این دوره یه جمع محدود یک کوی اومدن بیرون و بعد اینها شروع کردن درگیر شدن، یعنی خیلی جالبه تو اون گزارشی که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر کرد که حالا عرض خواهم کرد که یه گزارش مخدوشی است، اونجا شروعش رو جوری بیان میکنه که خیلی نرم بخش دانشجوییش ازش گذر کنه، اما واقع امرش این استش که اونجا درگیری ایجاد میشه، سنگ زده میشه، شیشه‌های مردم رو میشکنن، مهد کودک رو بده کوی دانشگاه رو، نه همه اول قبل از اصلا مواجهه با نیروی انتظامیه، اول قبل از اونه و این رو کسی نمیگه، این یعنی شروع آشوب ها از اینجاست، شروع آشوب اینجاست، شروع آشوب اینا میان بیرون تظاهرات میکنن، کانتری یوسف آباد میاد، اتفاقی نمیفته، یه عده میرن داخل کوی، یه جمع محدودی میمونن بیرون، این جمع محدود که بیرون میمونن شروع میکنن سنگ پرانی کردن و زدن مهد کودک رو شکستن، جلوی شیشه های ماشین مردم رو شکستن و این اتفاق میفته و این خیلی جفای بزرگی است که این قانون شکنی رو و این التهاب آفرینی رو و خلاف امنیت عمل کردن کسی نادیده بگیره. بعد از این ماجرا اتفاقی که میفته این استش که یه مواجهه لفظی بین آقای کوهی و مسئول حاضر در صحنه از نیروی انتظامی میفته. آقای کوهی هم عنوانش رو بگین که کوهی مسئول کوهی بود اون موقع. آقای کوهی، دکتر کوهی مسئول کوهی بود. مواجهه میفته و بعد هم این مواجهه سبب میشه که دانشجوها یک نفر از این، یعنی این دیگه مواجهه خیلی پرحرارت میشه صحنه، دانشجوها یک نفر از نیروی انتظامی رو میگیرن. تعبیرش هر چی میخواید بذارید بذارید، گروگان بگذارید، هر چی میخواید بذارید بذارید، یه نفر رو میگیرن، بعد این یه نفر رو میان آزاد میکنن، بعد با یه مدتی که درگیری بوده همینجوری دیگه صحنه ملتهب بوده، صحنه دو طرفه میشه، اینجا صحنه دو طرفه شده دیگه، بکن اول یه جمعی میان بیرون مسالمت آمیز بر میگردن، یوسف آباد کلانتری، یوسف آباد میاد، دانشجو از کلانتری تشکر میکنن، تو شعارهاشون میارن. بعد از این ماجرا یه جمع محدود بیرون میمونن، بینا شروع میکنن به تخریب کردن، آتش زدن، تخریب کردن و سنگ زدن مهد کودک و تابلو بالای سر کوز، همون در واقع ساعتی که بالای، یعنی تمام این چرا میکنون شکستن. بعد از این ماجرا که اون فرد نیروی انتظامی رو میگیرن، این دیگه قضیه دو طرفه میشه، این بخشش رو دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی عروش پریده، گزارشی که به تأکید آقای تاج‌زاده که خیلی هم تأکید داره نسبت به این گزارش که گزارش مخدوشی هم هست که تو همین این مناظره اخیر من
به 5 دلیل و 5 سند اعلام کردم که مخدوشه و یکی از علل مخدوش بودنش نستش که از 7 نفری که توی اون کمیته بودن 3 نفرشون گفتن که این گزارش رو خودشون نوشتن، ربطی به ما نداره. یعنی آقای رئیسی و آقای رضایی و آقای مرتضی رضایی و آقای وحیدی گفتن، اصلا اعتراض کردن. آقای وحیدی اصلا نامه نوشت اعتراض کرد، گفت آقا اینا چیه، ما تو رادیو شنیدیم این حرفایی که شما دارید میزنید، ولی به اسم شورای امنیت ملی به اسم همین. بعد آقای تاج‌زاده هم هی تاکید میکنه آقای مال شورا، نه خب این دروغه، چرا دارید؟ بعدن شورای امنیت ملی زمان آقای لاریجانی دوباره بررسی کرد، نامه رسمی مجلس داد آقای جعفری، نامش دست ماست، نامه داد که آقا این گزارش مغرضانه است، مغرضانه تهیه شده. حالا این گزارش مغرضانه اومده یه بخش از ماجرا رو ندیده، بخش دومش رو غلیظ کرده و دیده که از نظر ما هم بخش اولش محکومه هم بخش دومش محکومه. یعنی هم سنگ زدن به مردم، شیشه شکستن، سنگ زدن به نیروی انتظامی، گروگانگیری، همه اینها محکومه. هر کی میخواد باشه باشه، هر کی میخواد باشه باشه، کار غیر قانونی کردن محکومه. از طرفی ورود نیروی انتظامی، گرچه مدعیست میگه که چیه، میگه من گروگان گرفتم، دنبال جرم مشهود رفتم و هیچ قاعده و قانونی هم وجود نداشته، اتفاقا قانون میگه این کار رو بکنید. من با این بخش قانونیش کاری ندارم. اگر شما بخش قانونیش رو بخواید در نظر بگیرید، بخش قانونیش نیست که اینا میگن، چون بعدن توی 21 آقای روحانی که دبیر شورای امنیت ملی بوده نامه رسمی زده و تأکید کرده که وارد کوشید. اینو مستند به چی میگید؟ مستند به نامه شده؟ بعد نامه دست من هست، نامه است که به آقای یونسی زده، به آقای لطفیان زده و به قرارگاه سارالدا زده که وارد کوی دانشگاه بشید. نه نه، که اگر یه همچین اتفاق افتاد وارد شید، که اون اتفاق میفته و نیروتوزی هم وارد میشه. نه نه، این اتفاق وارد شدن مال قبل، مال 18 این 21 این نامه زده شده. آها، 21 نامه زده شده. مقصودم چیه؟ مقصودم این هستش که نیرو انتظامی صحبت قانونی میکنه یا هر چی میکنه، اون سر جای خودش. از نظر من به عنوان یک دانشجو در اون زمان من محکوم کردم، گفتم همون سنگ زدن محکومه، هم کاری که ورودی که نیرو انتظامی کرده و تخریبی که کرده. و اتفاقی که افتاد این بود که ما به ازای این درگیری ها ادامه پیدا میکنه تا ساعت 4:20 ساعت 4:20 اتفاقی که میفته این استش که درگیری سنگین میشه و نیروی انتظامی وارد کوی میشه. یعنی تا ساعت 4:20 وارد کوی نشده، اون گروگانگیری یا اون تخریب ها همه قبل از این ماجراست. وقتی وارد کوی میشه و به اعتقاد من همین ورود به کوی محکومه، خیلی صریح بگم. خب چرا شما میگید محکومه؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کاری که گریه که میشه با دست باز کرد با دندون باز نمیکنن. یعنی شما میگید میشد بهتر از این رفتار کرد؟ حتما میشد بهتر از این رفتار کرد. چطوری بعد رفتار میکنن وقتی یه پلیس و گروگان میگیرن آنورم؟ نه، اون پلیس بعدش آزاد شده بود دیگه، اون پلیس نیروی انتظامی منظور اینکه بالاخره شروع صحنه آزاد شد. ولی درگیری که ادامه پیدا میکنه، توهینا که میشه، اینا چیز میشن، فرمانده نوپا هم در واقع او دستور داده بود که وارد شن. نکته ای که اتفاق میفته این هستش که اینا که وقتی وارد کوی میشن دنبال میکنن آدم رو وارد کوی میشن که از نظر من محکومه ورود به کوی محکومه، اینجا 3 نفر از بچهای نیروی انتظامی رو دانشجو دوباره میگیرنشون. میگیرن ساختمون 14، زیرزمین ساختمون 14 که روبروی مسجد کوی دانشگاه است و اونجا اتفاقا جایی است که نقاشی میکردن، دیوار پارچه نویسی داشتن، بوی تینر میمد، بوی چی میمد، یه چیزی هم بیرون پخش میشه که اینا رو میخوان آسیب بزنن. ورود دوم نیرو انتظامی برای آزاد کردن این 3 نفره. شما اینو هم محکوم میکنید باز ورود نیروی انتظامی نه برای اون وقتی که یه همچین اتفاق کنید برای همچین موضوعی وقتی یه همچین اتفاق میفته، نیروی انتظامی مسئولیت‌ها و رسالت‌های خاص خودش رو داره. نیروی انتظامی مجلس 5 طرح عدم ورود نیروی انتظامی به دانشگاه و کوی رو مطرح کردن، رأی نیاورد. تو مجلس 6 اووردن این رو دوباره مطرح کردن، آقای عباد اومد تو مجلس مخالفت کرد که نه،
تعبیر آقای عباد این بود. بگید علی ربیعی که مخاطب بود. علی ربیعی همین آقای وزیر محترمی که الان سخنگوی محترم دولته. ایشون اومد مخالفت کرد. بحثش چی بود؟ ممکنه آر پی جی بزنن یکی از دانشجو یا مثلا کو یکی از آر پی جی بزنه. نمیشه که جلو مشهوده. اومد منطقا مخالفت کرد با عدم ورود. و مجلس چی رأی به ورود نداد. تو مجلس هفتم گزارشاش اومد خونده شد و اشکالات و شرایطش بیان شد. و مهمتر از همه اینها که حالا اینا مباحث مجلسه، آقای روحانی دستور صریح داده 21 دستور صریح داره، 21 تیر دستور صریح داره با آقای لطفیان و با آقای قرقس آرالله و با آقای یونسی. لذا از این جهت ما تا صبح یک شنبه دنبال این بودیم که این کمک کنیم، یعنی اول اتفاق نیفته بعدم کمک کنیم قضیه دانشجویی بمونه، غیر دانشجویی نشه، دانشجویی بمونه، چون واقعا خیلی فاجعه و تلخ بود، خیلی تلخ بود. من همون شبی که وارد شدم دیدم نشستم زار گریه کردم، واقعا گریه کردم. من کوی خواب بودم، مدت عمر زندگی میکردم و تو کوی میخوابیدم و اون اتفاق رو که دیدم خیلی تلخ بود. نکته ای که وجود داشت این بود که این مسیر رو به وخامت داشت میرفت، دائم رو به وخامت میرفت. روز یک شنبه بعد از ظهر ما درخواست کردیم از وزارت کشور، من خودم نامش رو زدم که ما اجازه مجوز راهپیمایی میخوایم، مجوز راهپیمایی میخوایم. من روز یک شنبه ظهرم پام شکست، یعنی از کوی که داشتم اومدم بیرون افتادم پام شکست، پامم گچ بود. درخواست کردم که میرفتم بیمارستان امام پامو گچ گرفتن، اومدم تو دانشگاه خوابیدم. یه درخواست دادم که آقا ما دانشجو میخوایم بیایم تو صحنه به عنوان بسیج دانشجو دانشگاه تهران. درخواست کردم. آقای حقشناس به من زنگ زد. آقای حقشناس که تو شورای شهره، تو شورای شهره آقای حقشناس عزیز به من زنگ زد. به من گفت آقای تاج‌زاده خیلی خوشحال شده که شما درخواست تجمع کردید و میگه این اولین درخواست قانونی است که به ما شده. آقای تاج‌زاده موقع معاون سیاسی وزیر کشور بود. بعد ایشون به من گفتش که خب شما میشه بیاید وزیر وزارت کشور، آقای تاج‌زاده میخواد با شما رو ببینه. من گفتم نه، من پام شکسته تو دانشگاه، تو دانشگاه هستم پام شکسته و الان پام گچه، کجا بیام من که نمیتونم بیام. گفتم تقاضاش چیه؟ گفت تقاضای آقای تاج‌زاده این هستش که مشترکاً شما این تجمعی که درخواست کردی با دفتر تحکیم یک جا بگذاری. گفتم من تعجب میکنم، دفتر تحکیم دنبال توسعه این التهاب و آشوبه، ما دنبال دانشجویی کردن ماجرا هستیم. دفتر تحکیم یا نهضت آزادی دکتر؟ نه دفتر تحکیم، چون من اینو قبلا روایت شنیده بودم. نهضت آزادی تو زمین بود. الان میام اونجا توضیح بفرمایید. بعدم برگشتم گفتم که من دفتر تحکیم رو غیر خودی نمیدونم، این لفظ معمود با آیه حقشناس، غیر خودی نمیدونم. اما تو این موزه، موزه ما دو تاست. من میگم بعد موضوع دانشجویی بمونه، دفتر تحکیم داره توسعه میده، موضوع رو میاره تو خیابون و داره تبدیلش میکنه به یه موج اجتماعی. این کار غلطیه. من دنبال حق‌خواهی دانشجوام، دنبال. بعد ایشون برگشت گفتش که این مرزبندیاتون رو میتونید عوض کنید. گفتم یعنی چی؟ گفت خودی و غیر خودی رو بذارید کنار، شما یه مرزبندی بذار مثل خشونت و طلب و غیر خشونت طلب که نهضت آزادی هم بیاد تو تجمعات شما شرکت کنه. من گفتم که آقای حقشناس، نهضت آزادی سفره ای رو پهن کرده که این کسایی که دارن التهاب میکنن سر سفره نهضت آزادی نشستن، بعد من بیام تجمع بگذارم؟ من گفتم وای به حال اون کشوری که شما مدیر کل سیاسیش هست. گفتم از نظر من دانشجو وای به حال اون کشوری که شما مدیر کل سیاسیش هست. این گذشت و فردای اون روز ظهر بود به من تماس گرفتن که شما وزارت کشور آقای لاری شما رو کار داره. من گفتم من پام شکسته وزارت کشور نمیتونم برم. بعد تو همین اسنا بود که دفتر رهبر معظم انقلاب زنگ زدن گفتن که با شما کار داریم. من رفتم دفتر مقام معظم رهبری، اونجا آقای حجازی بود، آقای حجازی که مسئول دفتر ایشون هستن اونجا بود و ایشون جلسه گذاشت. به من گفتش که شما برو به دولت کمک کن.
برو به دولت کمک کن. من گفتم با اصلا ما تو همین مسیر داریم حرکت میکنیم. ایشون گفت نه، آقای خاتمی گفته که حتما شما برید تو این جلسه شرکت کنی، جلسه دبیرخونه شورای امنیت ملی تو دفتر آقای وزیرم برگزار میشه. یعنی توصیه آقای حجازی این بودش که ما حتما بریم به دولت کمک کنیم که این جمع بشه، حرکت یه حرکت دانشجویی باقی بمونه، نه یه حرکتی که توش اراذل و اوباش بیان و به نام دانشجو بخوان. من که میگم اراذل و اوباش، شب یک شنبه که من صبحش پام شکست افتادم تو کوی پام شکست، یعنی تو اون تجمعات و اینا من پام شکست، توی شب یک شنبه به من زنگ زدن گفتن که من تو همین دانشگاه بودم، به من گفتن که حدود چند صد تا موتوری جمع شدن سر جلال آل احمد، چهارراه جلال آل احمد جمع شدن و هر لحظه امکان درگیری است، چون یه عده‌ام تو کویان، بعد آدما رو میزنن دست و پاشون رو میشکنن و همین میرن تو کوی، تو مسجد کوی. من بلند شدم اومدم، عادت هم داشتم همیشه تنها میرفتم. البته شب 19 هم با یک نفر دیگه آقای رضایی بودیم، دو نفری بودیم، اما شب 20 من تنها بودم. تنهایی بهتر میشد، راحت تر میشد، هم با دانشجوها هم با همه بهتر میشد حرف زد. من رفتم اونجا چرخیدم، یه رو شاید 12 شب بود، 20 دقیقه چرخیدم دیدم سره اینا کیه، از کجان، چیان، بعد شروع کردم یکی یکی باهاشون صحبت کردن. واقعا امرش از التماس کردن، استدلال کردن، تشر زدن، خواهش کردن، همه چی، از همه ابزارام استفاده میکنم بنابر مخاطبم که اینا رو یه کاری کنم برن، این موتوریا وای نستن برن. آخرای کار بود، سه نصف شب بود، دو نیم سه دو ساعت و نیم طول کشید برن. بعد یه دفعه دیدم که تلفن به من زنگ زد، کسی که بود گفت آقا یه دسته دارن از بالا میان با میلگرد، دارن با میل و اینا دارن میان پایین. منو میگی من 7-8-10 تا موتور مونده بودن از این برم. برگشتم توی خیابون کارگر شمالی بالای جلال احمد، یه کندیم به یه دسته دارن میان پایین، این پایه های چیز رو کنده بودن، پایه های این تختا رو کنده بودن، دارن میان پایین به سمت پایین. من همینجوری به صورت ابتدایی حرکت کردم به سمت بالا، بهشون برگشتم گفتم که داداش جون برو بالا، داداش جون برو بالا، با همین لفظ پایین شهری خودمون، داداش جون برو بالا، داداش جون برو بالا. یه حرفه یکشون برگشت گفتش که داداشون کی باشن، برگشت خیلی گندهشون بود. بعد از من قد بلندتر بود، چارشونه تر بود، حالا قد اون کوتاه نیست ولی او خیلی از من بلندتر هم بود و وقتی دولا شد منو ببوسه، سینما دولا شد بوسید، هیکلی بود. بعد من همین سریع دست کردم تو جیبم، کارت پزشکی رو در آوردم، نظام پزشکی رو در آوردم، گفتم من دکترم، پزشکم، چون ما اونجا با پزشکیمون خیلی نون خوردیم. شب اون حادثه 19 هم یه بار تو کوی می‌خواستیم بریم با اون پزشکیمون معاینه کردیم، حالا خاصی بهتون توضیح بدم، قشنگه، شیرینه. بعد گفتم که من پزشکم، گفت پزشکی یا پزشکی من ربطی نداره، با ما یا با اونا. گفتم من اومدم دعوا نشه، نگفتم با کیم، گفتم من اومدم دعوا نشه. همین دلا شد سینه منو بوسید، همین چت منو اینجا اون بوسید بالا سینه، گفت داداشون رو ببرید بالا. تا گفت داداشون رو ببرید بالا، من دیدم که اینا که آهنده استشون دارن دور من میگم بچرخن. گفتم همه یا ابی عبدالله رو میذارم تو سر من، اینا دست پا منو میشکنن، من نمیام بالا. خدا به ذهنم انداخت کرد، بهش گفتم که اجازه میدید من این 7-8 موتور رو رد کنم بعد بیام پیش شما؟ هیچ وقت یادم نمیره، برگشت گفت تو با این ریش جرأت داری بیای پیش من. گفتم کاری نداره که وایسا میبینیم، یا کاری نداره. رفتم اون 7-8 موتور و 5-6 موتوری که بودم خواهش کردم، گفتم برید برید، گفتم میزنن، گفتم برید شما، برید با من چیکار دارید، برید. اینا رد کردم رفتم، اینا اومدن سر جلال احمد، نشسته بودن روی این خود لبه خیابون، روی این جدول نشسته بودن. من رفتم نشستم کنار دستش، هرکو بعد اومدن پر روی هستید تو. من باید اومدم پر روی هستی، گفتم نه من گفتم میام، اومدم پیشت. نشسته بودیم میام داشتن کار خودشونو میکردن، یه دفعه دیدم یه نفر داره دور من میچرخه. این هم یه نکته جالبه، یه نفر میلگرد دستش بود، من همین قل و بلا میخوندم و میگم خدای الان میزنه، الان میزنه تو سر من. من نشسته بودیم تمام، یک آدم هیکلش دور من میچرخید،
دو سه مرتبه چرخید، به دفعه اومد به من گفتش که آقا، گفتم چیه؟ گفت اینجا کجاست؟ تعجب کردم، گفتم اینجا کجا؟ اینجا چهار جلال احمد اینا. گفت من بلد نیستم اینجا رو. گفتم تو اینجا چیکار می‌کنی؟ از کجا اومدی؟ گفت من کارگر میدون رسالتم. از میدون رسالت من آوردن اینجا. از هفت شب من اینجا. خسته شدم. میخوام برم، بلد نیستم برم. اجیر کرده بودنش، اجیر بود. خب کی اجیر کرده بود اینو؟ نمیدونم کی اجیر کرده بود، من نمیدونم. یه سیستمی اجیر میکرد اینا رو میورد. تحلیلتون چیه؟ حالا اطلاع دقیق نه، تحلیلتون اینکه کی اجیر کرده بود؟ همون بکنید یه جریان دستهای پشت پرده بود. راحت باشین، دست پشت پرده اینا رو بذارید کنار. تحلیلتون اینکه کی اجیر کرده بود؟ من واقعا بهش من همون سیستم امنیتی که میخواست قتلای زنجیره‌ای رو پاک کنه. یعنی ادامه همون پروژه میدونید؟ همون پروژه شروع شد که مثلا همون پروژه است. سادگیست کسی بگه اینا نیست، سادگی من چیزه به چشم خودمون دیدیم. یعنی ما دانشجو مگه حرفمون میشد؟ من بهش گفتم که دودشون این میلگرتون بنداز اینجا، چون بری با درگیر میشن پایین آدم وایساده، بغل اینجا بنداز صاف برو، بعد یکم بری راه بعد بری برو تا میدون انقلاب. میدون انقلاب سواش بگو امام حسین میخوام برم، برو امام حسین. امام حسین هم سواش بگو رسالت میخوام برم، برو رسالت. این مسیر رو برو، وگرنه چیزی اینجا که بند خدا چیزم کرد، رعایت کرد، انداخت میگرد و رفت. ببینید ما باید صداقت داشته باشیم، باید صداقت داشته باشیم. ما نباید بیایم دروغ بگیم، بخشی از حادثه رو برجسته کنیم، بخشش رو پنهان کنیم. یه جنبندی از قسمت اول عرایضتون بفرمایید. من جنبندی مثل که دانشجو قربانی شد. اصلا دانشجو خیلی مظلومه. جریانات سیاسی مثل کسایی که واسه شون قدرت مهمه، تو قدرت بودن مهمه، این قدرت هر بهایی میخواد بده بده، اینا باید تو قدرت باشن. اینها اومدن چیکار کردن؟ اینها اومدن سناریو سازی کردن برای نظام تو بحث قتل زنجیره‌ای. برای اینکه کسی مرحوم فروهر، خب چه آزادی برای انقلاب اسلامی، نظام اسلامی داشت؟ یه مخالفی بودش که مخالفت خودش هم می‌کرد. عین تعبیر رهبر انقلاب هم هست. مثلا حالا این همه ما مخالف داشتیم، حالا مثلا بعد کسی بیاد این جنایت وحشتناک و بی‌شرمانه رو بکنه نسبت مثلا به ایشون یا خانومش یا چند نفر دیگه. یه اتفاقی افتاد، این اتفاق میخواست نظام رو متهم کنه و وزارت اطلاعات که عناصر خدوم توش هستند رو در حقیقت از سیستم امنیتی کشور محو کنه، از درون خود وزارت اطلاعات، یعنی از درون خود وزارت اطلاعات همچین تصمیم گرفته شد. بعد توی این ماجرا که اتفاق افتاد، بنا شد این پرونده باز بشه و اول تیر تأکید شد که حتما باید این پرونده ابعادش باز بشه. رهبر معظم انقلاب فرمایششون این بود که این ابعاد ابعاد بین‌المللی داره، این باید باز شه، مردم بدونن که نظام با این چیزا مخالفه و این دستای پنهان. دانشجو اومد قربانی این صحنه شد و قربانی این صحنه هم چگونه شد؟ وزارت اطلاعات سند داد بیرون، روزنامه سلام سند زد، یعنی آقای حجانیان این سند رو داد، آقای در واقع آقای حجاریان نزد، اومد دست آقای موسوی خوینی ها اینو زد. وزارت اطلاعات شکایت کرد، سلام بسته شد، اعتراضات شروع شد. روز چهارشنبه و پنجشنبه روزنامه ها تهدید کردن رسما که به زودی ما شما شاهد این برخورد با خودتون خواهید. بعد شد این سناریو شروع شد و نتیجه هم شد. من تشکر میکنم از توضیحات مبسوطتون در این نیم ساعت اول برنامه. یک میان برنامه رو در همین باره دوستان ما آماده کردن که با هم دیگه میبینیم. صبح سه‌شنبه 15 تیر 1378 روزنامه سلام با تیتر سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است به روی دکه ها می آمد.
به گفته روزنامه سلام، این قانون خواستار ایجاد محدودیت برای اهالی قلم است. همچنین مسئولیت نویسنده در قبال مطلب منتشر شده در نشریات در کنار مدیر مسئول نشریه از پیشنهادات دیگر نویسنده نامه به وزیر اطلاعات است. در همان روزها مجلس پنجم طرح اصلاح قانون مطبوعات که بحث‌های زیادی نیز پیرامون آن طرح گردیده بود را در دستور کار خود قرار می‌دهد. 16 تیر ماه کلیات طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس به تصویب می‌رسد و درست در همان روز روزنامه سلام با شکایت وزارت اطلاعات به اتهام سوء استفاده جناحی از اسناد محرمانه توقیف می‌گردد. سعید حجاریان در روزنامه خود صبح امروز توقف سلام را اولین پیامد اصلاح قانون مطبوعات دانسته و روزنامه نشاط نیز در شماره همان روز خود پیش بینی می کند که دانشجوهای دفتر تحکیم وحدت و بدنه اجتماعی مدافع جناح چپ برای حمایت از روزنامه سلام وارد صحنه شوند. نشاط همچنین هشدار می دهد که اصرار بر توقیف سلام می تواند پیامدهای زیانباری را در پی داشته باشد و پرسشی را پیش روی مخاطبان خود می گذارد. محافظه‌کاران در برابر این واکنش ها تا چه اندازه تاب خواهند آورد؟ این تهدید پیش قراول یک اتفاق می شود. عصر 17 تیر به روایت حاضران در صحنه، گروهی 30 تا 40 نفره از دانشجوهای هوی دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف سلام مقابل ساختمان شماره 14 کوی تجمع می کنند. تصاویر اولیه تجمع دانشجویانی را نشان می دهد که صورت خود را با لباس و نقاب پوشانده اند. جمع 40 نفره از کوی دانشگاه بیرون می رود و تجمع را به تقاطع خیابان کارگر و جلال آل احمد می کشاند. این حرکت دانشجویان تعدادی نزدیک به 200 نفر را به کوی برمی گرداند. افرادی که بنا به اطلاعیه نیروی انتظامی در هویت دانشجویی این افراد تردید جدی وجود دارد. نیروی انتظامی که یگان ویژه خود را از غروب آفتاب مقابل کوی مستقر کرده است، بعد از سالها اولین درگیری خود با یک پدیده دانشجویی را تجربه می کند. نیمه شب جمعه 18 تیر اخبار از درگیری بین پلیس و دانشجویان در کوی دانشگاه حکایت دارد. دانشجوها در مقابل حضور پلیس در کوی 2 سرباز نیروی انتظامی را گروگان می گیرند. پلیس نیز برای آزادی 2 سرباز خود به ساختمان‌های 14، 15 و 22 وارد شده و با عده‌ای از دانشجوها درگیر می‌شود. صبح شنبه 19 تیر تیتر اول روزنامه‌ها درگیری در کوی دانشگاه تهران است. بعضی روزنامه‌ها در حالی خبر از به خون کشیده شدن کوی دانشگاه داده اند که عصر 18 تیر مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور کشته شدن تنها 1 نفر را تایید می کند. درگیری های 18 تیر کوی دانشگاه منجر به گسترش درگیری ها در سایر نقاط تهران می شود. صبح 1 شنبه 20 تیر همچنان تجمع و اعتراض ها در خیابان های اطراف دانشگاه تهران و جدال رسانه‌ها برای مقصریابی در میدان مطبوعات برقرار است. تحلیل کیهان مبتنی بر تحریک دانشجویان و اوباش از سوی جناح منصوب به دولت وقت و بحران آفرینی برای خروج از بحران است. در مقابل روزنامه‌های اصلاح طلب مثل صبح امروز، خرداد و همشهری از گروه فشار و لباس شخصی ها می‌گویند. جنگ تیترها در اوج خود قرار داشته و حوادث را به شدت رادیکال می‌کند. دوشنبه 21 تیر رهبر انقلاب در دیدار گروهی از دانشجویان واقعه 18 تیر را محکوم و به لزوم برخورد با مقصران تأکید میکند. ممنون که بیننده برنامه جهان آرا هستید با موضوع بررسی فتنه 18 تیر پس از 20 سال. آقای دکتر، شما در بخشی از صحبتاتون تو قسمت اول برنامه گفتید که بر اساس اون صحبتی که با حجازی از بیت رهبری داشتیم قرار شد که در جلسه وزارت کشور حضور پیدا بکنید. اینو بعدش چند تا خاطره دیگه گفتید، فکر می‌کنم مغفول مونده. توضیح بدین که بالاخره شما رفتید اونجا، نرفتید، چه اتفاقی افتاد؟ بله، ما بعد از ظهر رفتیم وزارت کشور و توی دفتر آقای موسوی لاری جلسه برگزار شد. منده بودم آقای مردانی، آقای دکتر مردانی
اونجای علی افشاری بود با یکی دیگه از دوستان دفتر تحکیم. خب آقای لاریجانی بود رئیس صدا و سیما، آقای فرهادی بود، آقای معین بود، آقای علی ربیعی بود، آقای تاج‌زاده بود، آقای لاری بود. همه حرفی که اونجا صورت گرفت، اول آقای افشاری گزارش داد، گزارش غلطی بود. همونجا دو سه نفر بهش اعتراض کردن که این گزارش غلطی است، تو صحنه گزارش دیگه ای دارن. آقای افشاری که بعدا پرونده شد رفت امریکا، بله الان امریکا در سرش تو آغوش در حال ارباباش متاسفانه. نکته ای که هست این هستش که این آقای افشاری که این گزارش رو داد، پشت بندش آقای موسوی لاری از من درخواست کرد، گفتش که ما از شما میخوایم این درخواستی رو که کردید برای برگزاری راهپیمایی، این رو با دفتر تحکیم یک جا برگزار کنید. من گفتم که خب این گزارشی که داره این میده، این دنبال آشوب طلبی است، من دنبال این هستم که جریان دانشجویی بمونه، این داره توسعهش میده خارج از دانشگاه و خارج از کوی، من میخوام این محدود بشه، لذا ما نمیتونیم با هم برگزار کنیم، با هم نمیتونیم برگزار کنیم، بعد ما این موضوع رو برگزار خواهیم کرد، درخواست مجوز کردیم، جریان دانشجویی این کار رو خواهد کرد. یه دفعه های علی افشاری برگشت کن مثل این که این آیزاکانی متوجه نیست چی داره میگه، قضیه قابل جمع شدن نیست. من یه دیوان آب جلوم بود، همجوری دیوان آب گرفتم دستم، گفتم که جمع کردن این برای ما دانشجو از این آب خوردن راحت تره. میدیم اونجا میگیم هر کی کارت دانشجو داره بمونه، هر کی کارت دانشجو نداره بره. ما هم که کارت دانشجو داریم با هم میتونیم حرف بزنیم، با حرف تمامش میکنیم، با هم صحبت میکنیم، دانشجو منطق داره. این چماقدارایی که برایشان آوردن دارن آشوب به پا میکنن، اینا رو پای دانشجو هزینه نکنید. تو همین اسنا بود که آیه لاری اصرار میکرد، من گفتم مثلا من متاسفم واسه شما که وزیر کشوری که توجه نمیکنی به این که مثلا ما از چه موضعی داریم صحبت میکنیم، آیه افشاری داره چه موضعی صحبت میکنه، اصلا دو تا موضع مخالف همه. او داره میگه من میخوام توسعه بدم، من میگم که نه آقا میخوام دانشجویی بشه، حق دانشجو رو بگیرم. آقای تاج‌زاده اون روبروی نشسته با موبایلش هم بازی میکرد که حتی یه تیکه من داشتم صحبت می‌کردم میشد داشت سرش تو موبایلش، من ساکت شدم، توجه جلب شد، بهش گفتم که با موبایلت بازی نکن، دقت کن من چیزی که دارم میگم مخاطبم شما هستی. بعد ایشون برگشت خودش که ما به شما مجوز ندادیم، گفتم من از شما مجوز نمیخوام، 4 روز کشور تو آتش داره میسوزه، منم دارم میام در جهت کمک، مجوز لازم نداره. برگشت گفتش که نه ما به شما مجوز ندیم، اگه کاری شما برگزار بکنه غیر قانونیه. گفتم آها درست شد، اگر اعلام بکنه غیر قانونیه من برگزار نمیکنم، اما اگه اعلام نکنی غیر قانونیه، همه که دارن برگزار میکنن، من به عنوان دانشجو میام اونجا میگم آقا حق دانشجو رو من میخوام بگیرم. ایشون گفتش که من این رو که گفتم فردا صبحش رادیو اعلام کرد که وزارت کشور بیانیه داده که امروز راهپیمایی غیر قانونیه. حالا طنز تاریخ همین، همون جریانی که سال 88 مدعی بود هر گونه تجمعی آزاد اصلا وزارت کشور لازم نیست مجوز بده و اینا، اون موقع مجوز ساده به تشکل دانشجو مناظرات خودش گفتش که من ندادم، مجوز ندادم به شما. یعنی بعد از کلی اصرار من گفتم بود دادی یا ندادی، آخرش گفت خب ندادم. خب اینا چون سناریو داشتن برای ماجرا، ممکنه یکی هم اقراق‌گویی کنه ها، من اون کی خودم دیدم رو دارم میگم. ما تا نماز مغرب عشا به ما آقای لاری دا اصرار میکرد، بعد از نماز مغرب عشا که اومدیم نماز خوندیم و دیگه نمیدونم نشستیم برای دیر تا دیر وقت برای شام و اینها، آقای عباد، آقای علی آقا ربی چقدر به من اصرار میکرد که آقا به این تجمع قبول کن که با هم برگزار کنید تا اون دفتر اتاق بغله، که من قبول نکردم. آقای دکتر اجازه بدین یه توقف اینجا داشته باشیم. بله. از این جهت که آقای فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ که سالهای سال هیچ صحبتی در این باره نکردن، الان روی خط تلفنی هستن و من چند تا سوال رو هم میخوام ازشون بپرسم. آقای نظری اگر سلام، اگر صدای بنده رو دارین سلام عرض می‌کنم خدمتتون. الو آقای نظری سلام. سلام علیکم، خسته نباشید، دعاتتون قبول بشه. خیلی ممنون که دعوت تلفنی ما رو اجابت کردید و بالاخره ما تونستیم شما راضی کنیم در این باره صحبت بکنید. وظیفه است
ممنونم از لطف شما که بعد از 20 سال سکوت و خانه نشینی. آقای نظری یک خواهشی از شما دارم، اگر میشه صدای تلویزیون خودتون رو کم کنید، چون ظاهراً باستاب داره توی برنامه، اگر میشه صدای گیرنده خودتون رو کم کنید. بله در خدمتتون هستم. قربان. اجازه بفرمایید من سوال اول این هستش که در گزارشی که شورای عالی امنیت ملی وقت که آقای زاکانی هم اشاره به اون کردن اون زمان منتشر شد، شخص جناب عالی محکوم شدید و ورود ناجا به کوی دانشگاه در واقع مورد اعتراض قرار میگیره. بعداً کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گزارش دیگری رو تهیه میکنه که نتیجهش خلاف گزارش شورای عالی امنیت ملی وقت بوده. این تناقض این دو گزارش رو میخوام یک توضیح بفرمایید. ضمن تشکر مجدد از لطف حضرت عالی، خدا رو شاکرم که در جمهوری اسلامی زندگی میکنم و با تمام فراز نشیب‌هاش زمان حقیقت رو مشخص میکنه و برای اولین بار محبت فرمودید بعد از 20 سال فرصت به یک سرباز جانباز داده شد، تشکر میکنم. بله لطف فرمودید. من قبل از این باید بگم داستان فتنه کوی دانشگاه یک طراحی از پیش تعیین شده بود. حضرت آقا به عنوان فرمانده کل قوا بیش از ده ها سخنرانی به صراحت این رو مطرح میکنه. دلایل، مسائل، قرائن و شواهدش هم در زمان و مکانی که فرصت باشه عرض میکنم. دومین پارامتری که فتنه دانشگاه داشت وجود و حضور پایگاه‌های سیاسی وابسته به احزاب و گروه‌هایی که بخشیشون در خارج بودن و الان همون عناصر امروز پایگاه‌هاشون در آمریکا و داشتن سایت ها، فضای مجازی و از جمله اینترنشنال. حالا وارد این قضیه هم نمیشم، میگذرم. پس ما مواجه با یک توطئه از پیش تعیین شده بودیم با هدفگیری پایه و اساس نظام که سرچشمه اون رو هم بر ولایت گذاشته بودن. من دوست دارم فرصتی پیدا بشه در یک مناظره زنده رو در رو با مسئولین و عناصر اون زمان به گفتگو بشینم، چهره به چهره به عنوان دو برادر در کنار هم شروع کنیم بازنگری به تاریخ که برای آیندگان ما بمونه. ابهاماتی در اذهان مردم هست. بله دولت وقت با تمام قوا و عناصری که در دست داشت آمدن و یک جریانی رو تشکیل دادن که اصلا پایه و اساس این جریان و دعوا خودشون بودن. یعنی چه؟ یعنی طبق اصل 39 قانون اساسی مسئولیت وزیران و هیئت دولت با رئیس جمهور وقته. رئیس جمهور وقت اطلاع داشت که نامه‌ای از طریق وزارت اطلاعاتش به سرپرستی وزیر وقت آقای یونسی به بیرون نشر کرده و به قانون تبدیل شده و در مجلس تصویب شده. یک بخش طرف دعوا باز وزارت ارشاد بوده. همه اینا رو میذاریم کنار، رئیس جمهور وقت باید پاسخگوی این دعوا در اون زمان میشد و در اونجا حل فصلش میکرد. این یک. دو، حالا اتفاقی افتاده، مبحثی پیش اومده، اشکال نداره دانشجویان عزیز ما نظر دارن یک اعتراضی کنن، درخواستی میکنن در تاریخ 15 از وزارت کشور وقت که سرپرستی و مسئولیتش با آقای لاری بوده. جناب آقای لاری و دستگاه او و معاون سیاسی وقت که با حفظ سمت مسئول امور کمیته امور دانشجویی بوده و وظیفه داشته است که عملیات پیشگیری از بحران رو انجام بده، امروز به عنوان یک علمدار در میدان، در یک میدان یک نفره ناجوان مردانه شروع میکنن به نشر اکاذیب بعد از گذشت 20 سال و احکام قانون و براءت پلیس. خب این وضعیت به وجود اومده، به دانشجو مجوز وزارت کشور نمیده. از این بر روز 16 به پلیس کتباً مینویسن هر گونه اخلالی که در محل به وجود اومد مسئولیت به عهده پلیسه و برخورد بشه. در شب حادثه خیلی زیباست،
آقای لاری وزیر وقت کشور و معاون سیاسیش میان، البته آقای لاری دستور میدهد، من تمام مواردی رو میگم بر اسناد و مدارک، افسوس میخورم فرصتم کمه و این مدارک ای کاش من در صفحه تلویزیون به ملت شریف و جان برکب و ولایت مدار نشون میدادم. تا 4 بامداد هر اخلالی و اختشاشی میشود که مهمان محترم توضیح دادن، پلیس هیچ اقدامی انجام نمیده. آقای لاری و فرماندهان ارشدتر از من دستور برخورد با دانشجویان رو صادر میکنه، یعنی اختشاشگران داخل امیرآباد. از فردای اون روز علم حمایت از دانشجو رو به دست میگیرن و تا امروز سینه حمایت از دانشجو رو میذارن. این یک فضا. میام تو بخش دوم. حالا چه اتفاقی افتاد؟ قربان، در تاریخ میخواهن ثابت کنن 18 تیر. 18 تیری وجود نداره. 17 تیر. چرا دوست دارید نام 18 تیر در تاریخ ثبت بشه؟ علت رو به فراموشی میسپارید و دنبال معلول هستید. 20 سال خانه نشینی را بر من ایجاب کردید. حصر غیر نوشته و غیر قانونی رو بر پلیس وارد کردید. پلیس همین فرزندان مملکت هستند. همین هایند که خرمشهرها را آزاد کردند. همین هایند که فتح المبین ها را به وجود آوردند. بگید علت چه بود؟ علت این بود که دولت وقت اختلافی در بین وزراش داشته، اتفاقی افتاده، اتفاق رو در جامعه کشونده، از این ور به پلیس دستور میده مقاومت کنید، برخورد کنید، از اون ور به دانشجو مجوز میده، از این ور پلیس رو به محکمه میکشونه که منافع جناحی و سیاسی خودشه ببره. جناب برادر عزیزم، میخوام عرض کنم که صادقانه صحبت میکنم، ما نظامی هستیم و یک سرباز و یک پاسدار حرفه‌ای هستم. من تابع فرمان ولایتم هستم. امام بر ما حرام کرد وارد مسائل سیاسی بشیم. ملت قضاوت کنن. 20 سال گذشته، سکوت را بر جان خریده. تا امروز سکوت کردیم. امروز لطفی کردید، 3 دقیقه به ما وقت دادید. حالا چه اتفاقی افتاد؟ برادر عزیزم، اون روز من 29 سال سن داشتم. 16 بار مجروح شده بودم. 21 عمل بر بدنم بود. میتونستم در خانه بشینم، در کنار دانشجویان پلیس خدمت کردیم و رفتیم محاکمه شدیم و براءت گرفتیم. امروز همین جناها نمیخوان باور کنن ما نه وابستگی به راست داریم نه به چپ، به هیچ جا. ما تابع قانون هستیم و در چارچوب قوانین حرکت میکنم. الانم قانون عرض میکنم. بله، در روز پنجشنبه اتفاق افتاده، تعدادی دانشجو حرکت میکنن. من یک جمله بگم، اقدام به آدم ربایی در 2 مرحله، آدم ربایی و گروگانگیری. قانون رو مطالعه بفرمایید. بیان که دماغ کسی خون بیاد، جراحتی به کسی وارد بشه، فقط 20 نفر عامل دستگیر شدن تا روز 20. برادر عزیزم، کسی کشته نشده، ولی همین مسئولین از تریبون حکومتی استفاده کردند و رئیس جمهور وقت در همدان، در رزن اعلام کرد تخریبی به وجود پیوسته، به این شکل به این شکل. بعد بررسی کردن، دیدن چنین تخریبی نبوده. آقای نظری، من عذرخواهی میکنم که میون کلامتون اومدم. علتش اینه که خب فرصتون واقعا کم هستش. من درخواستم اینه که حالا البته واقعا من خودم دوست دارم که در یک فرصت مفصلی خدمت شما مفصل بشن این روایت شما رو، اما اگه اجازه بدید اون سوال اولی که خدمتون عرض کردم و اون همین که این تعارض‌هایی که، یا بهتر بگم تناقض‌هایی که بین گزارش شورای عالی امنیت ملی وقت که جناب زاکانی هم اشاره کردن مخدوش بوده با گزارشی که بعدها کمیسیون اصل 90 مطرح کرد و نتیجه خلاف گزارش اول شورای امنیت ملی، اینو میخوام یه توضیح بفرمایید. بله، خدمتتون عرض کنم، بعد از گروگانگیری و همه اون مباحثی که عرض کردم، به هر صورت گزارشی رو کمیته تحقیقی، یعنی یک هیئتی رو تشکیل دادن به نام هیئت حقیقت یا میدونید زمانی بحرانی در یک کشوری انجام بشه و بحران جدی باشه یه تیمی داره. اولا اومدن تیم آرایش دادن، خیلی جالبه، عوامل طراح
و افرادی خیلی جالبه میگن در اون شهر خود جوش بوده. قربان خود جوش نبوده، دلیل میارم. اگر خود جوش بوده قرائت قطعنامه توسط معاون آموزشی و رؤسای دانشکده چجوری قرائت شده؟ اگر خود جوش بوده چهار تا دانشجو اومد بیرون شکست رفت، مثل همیشه که ما هم بودیم اونا هم بودن، ولی این سری خود جوش نبوده. قرائت قطعنامه قرائت شده، حملات جدی بوده، اقدام به سلاح در دست داشتن، فیلماش موجود هست، تیراندازی به پلیس شده، اما پلیس فقط با فرمانی که هیچ کسی حق تیراندازی نداره، حتی روی بیسیم پلیس می اومدن. امروز میگن کی بیسیم پلیس داره؟ من به شما میگم وزارت کشور، بیان تا ما ثابت کنیم که بیسیما چجوری در اون شب و در اون ایام پخش شد. میگذرم، فرمایش شما درست، کمیته تحقیقی تشکیل شد، همون عوامل که باید در دادگاه محاکمه می شدن بعضی هاشون شدن قاضی، بر مسند قاضی نشستن. و حالا آقایون من اسم نمیارم، تاریخ نوشته، اسامیشون مشخصه، این علی ظاهر خدمت حضرت آقا بودن. حضرت آقا دو نفر رو هم اضافه کردن که اون دو نفر هم دوستان میدونن، حالا آقای زاکانی میتونه توضیح بده، آقا وحید و یکی از دوستان بود. خیلی جالبه، آقایون گزارشاتی نوشتن، ما هرچی از سند بدیم از خودشون میدیم، ولی شما همین گزارشو بخون، به نام آدم روبایی و گروگانگیری در دو مرحله نمیبینی، ولی نوشتن پلیس را بردن در محلی نگهداری کردن، تعریف قانونی به مردم نگفتن. بگذاریم، آمدن نشستن یه چیزی تنظیم کردن و این روز جمعه قرائت میکنن. بله، مسئولیت اینجا هم قبلا که خدمتون عرض کنم، آقای ربیعی معروف به عباد مسئولیت داشتن و روز جمعه قرائت کردم. فردای اون روز یک نامه کتبی زده شده دست در اختیار منم هست. آقای وحید نامه میزنه به آقا رحیم که آقا جان این گزارش که ما دو نفر هم جزءش بودیم ازش بی اطلاع هستیم، بخشیش رو بزرگ نمایی کردن، بخشیش رو کوچک نمایی کردن، بخشیش هم خلاف واقع و ما با این نظریه مخالفیم. این نامه رفت خدمت رئیس جمهور وقت، آقای ابتهی رئیس دفترشون در اون موقع دادن. من این نامه ها رو دارم ادعا میکنم، ای کاش می بودم و به ملت شریف ایران نشون میدادم. جناب آقای خاتمی می نویسد همان جوری به این مضمون، به این مضمون، همان جوری که من گفته بودم عمل کنید که کردید و بر این هم، بر این روشتون هم درست بوده، به این مضمون. حالا این گزارش آمد در اذهان مردم، خیلی جالبه، اسامی عده‌ای رو با نقطه چین یادآوری می‌کردن، اسامی پلیس رو آشکار، و به استناد همین گزارش ما به دادگاه وارد شدیم. حالا قربان می‌دونید پلیس، بلند میگم اینه، پلیس به اتهامی محاکمه شد در کشور که در قانون جرم نبود. پلیس به اتهامی در کشور محاکمه شد که در قانون جرم نبود، نخواهد بود، امروز هم نیست. حتی بردن در مجلس پنجم و ششم درخواست کردن آقا ورود به کوی دانشگاه رو برای پلیس ممنوع کنید و وارد نتونن بشن. نمایندگان مجلس حتی پنجم و ششم با گرایش های فکری خاصی داشتن این رو رد کردن. حالا این گزارش تمام، بعد از یک دهه با پیگیری که حقیر کردم در گزارشی که خدمتتون عرض کنم شورای عالی امنیت ملی مجدداً این رو مورد بررسی قرار داد و خدمتتون عرض کنم به صورت کتباً در نامه اصب نامه 90/194 مورخ 16/8/84 می نویسد، اینشو می خونم، به استزار می رسانم این معاونت یعنی شورای عالی امنیت ملی ضمن بررسی اسناد مدارک موجود در خصوص سردار فرهاد نظری، گزارش کمیته تحقیق را غیر دقیق و بعضا غیر مستند می داند و جهت رفع تضاد موجود توجه جناب عالی را به مجلس نوشته، به موارد زیر اعلام می کند. بعد توضیحات داده، در آخر هم آمده نه اینکه پلیس نباید محاکمه می شد، بلکه باید از پلیس تقدیر می شد نسبت به از خودگذشتگی داشتن و در اون ایام کشور رو از یک براندازی نجات دادن. این گزارش الان موجوده ولی متاسفانه
در اذهان مردم به سانسور کشیده شده. من تشکر میکنم از توضیحاتی که دادین آقای نظری. سوال آخر من که البته خواهشم از شما اینه که خیلی خیلی اگر میشه کوتاه به ما پاسخ بدید، این که ظاهرا آقای خاتمی رئیس جمهور وقت بعدن یک نامه دلجویی خطاب به شما مینویسن. کاملا صحیح. ماجرا این نامه چیه؟ محتوای اون نامه چیه؟ بله خدمتتون عرض کنم، من من عرض کنم خدمت حضرت عالی که مجلس ششم و هفتم شورای عالی شورای مجلس اسلامی 13 دقیقه یک فیلمی هست. خواهش ازتون میکنم این فیلم فقط بر اسناد همین احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی که مدعی بودن تنظیم شده و کل کوی دانشگاه را، پلیس را مبرا جدا از بحث قانونی که انجام شده و در 4 مسببه اعلام شده که این 4 مسببه رو اعلام کردن، ولی متأسفانه بعد از قرائت سانسور شد. یکی از این مسببات این از رئی جمهور وقت که مسئولیت بر عهده‌اش بوده و با اسناد و مدارکی وجود داره در بند 3 خارج از نوبت باید به دستگاه قضایی مراجعه کنه و پاسخگو باشه. این یک بخش. دوم این که فرمودید این بند 3 تا امروز در کمیسیون اصل 90 مونده و اجرا نشده. مگر قانون برای همه یکسان نیست؟ مگر من هم به عنوان یک سرباز، یک جانباز 70% شیمیایی 20 سال در خانه ننشستم؟ هیچ ادعایی ندارم، پایبند به قانونم. 2 حرف نهایی در هر حکومتی دستگاه قضاییه. دستگاه قضایی رسیدگی کرده ورود به کوی دانشگاه اصلا بر هیچ مبنا، همون جوری که شما با نقطه سنجی دقیقی از آقای زاکانی سوال کردید کجاش جرم بوده. پلیس وارد خانه خدا هم میشه، در امام رضا هم اگر جرمی واقع بشه اصلا نمیتونید نقطه قرمزی رو برای کسی قرار بدید. این یک مبحث. و این که این نامه درسته، من به باب احترامی از لحاظ اخلاق دارم این نامه رو شاید برای اعاده حیثیت من و پلیس خوب بود مطرح میکردم، ولی من باز این رو به عنوان نقطه ضعف نمیبینم. بله آقای خاتمی محبت کردن، نامه رسمی که الان در اختیار من هست و ممهور به امضای ایشون هست از طریق آقای ابتهی رئیس دفتر وقتشون برای من ارسال شده و در اون ابراز دلجویی کرده که من هم معتقدم جفایی که در حق شما که من به عنوان نماینده پلیس، به عنوان فردی که به صورت خادم ملت بودیم، دستبوس ملت بودیم و جانمون رو فدای ملت میکنی، نوشتن در بند اولم نوشتن سابقه سردار نظری روشن و درخشان است و هیچ چیز نباید باعث خدشه‌دار شدن این سابقه گردد. من هم معتقدم جفایی که در حق ایشان. و دو تا مطلب رو هم به آقای ابتهی و آقای ربیعی متذکر میشن که برای دلجویی مثلا محبتی کنم. من این نامه رو به رسم امانت نگه داشتم، البته در سایت خودشون حدود 6 ماه پیش یکی دو تا از این بند رو محبت کردن، در فضای مجازی ارسال کردن. من تشکر میکنم از شما جای نظری، اگرچه وقتمون محدود بود اما توضیحاتتون بسیار مفید و من یک خواهشی ازتون دارم. اگر امکان داره حالا صلاح میدونید مسئولین وقتی محبتی کنن و در حد این که بالاخره 17 و 18 تیر یه برگی از تاریخ است، 17 و 18 تیر ابهاماتی در اذهان مردم یا شاید نسل جوان باشد، اگر امکان داره از این حالتی که 20 سال ما رو در سکوت نگه داشتن خارج کنن و برنامه‌ای رو قرار بدید، حالا به عنوان میزگرد، به عنوان یک مناظره، هر فردی که فکر میکنه اطلاعات داره آمادگی داریم در یک برنامه زنده انشالله بیایم و در راستای دفاع از نظام، قانون، ولایت مداری و در کنار این مردم که جانمون رو دادیم و امروز آبرومون رو گذاشتیم انشالله یک تنویر افکار عمومی و یک شفافیتی از یک برگه از تاریخ کشورمون بشه. اگر نگاهی کنید الان در سیستم های اون ور آب امشب چه برنامه هایی دارن و خوبه که انشالله شما این زحمت بکشید. من عذرخواهی میکنم از این که لطفی کردید و صدای من رو به گوش ملت عزیزم رسوندید، ممنون. من مجددا تشکر کنم از شما جای نظری. بنده هم امیدوارم که گفتگوی امشب شما پس از 20 سال یک شروعی برای گفتن بسیاری از ناگفته ها باشه، حالا چه در این برنامه چه هر
برنامه دیگه تریبون دیگه، انشالله رو در روی هم بشینیم و این مباحث رو ادامه بدیم. باز هم ممنون و تشکر. التماس دعا داریم، خدا نگهدار. سلامت باشید. آقای دکتر، ما حالا یه سری مباحث رو خب با این نظری مطرح کردیم. من سوالی نمیپرسم، شما بحثتون رو اگه میشه ادامه بدید، چون داشتین خاطراتی میگفتید حضورتون تو وزارت کشور. حالا ما وسط بحث شما نظری اومدن روی آنتن، دیگه بحث رو موقتا متوقفش کنیم، ولی شما بفرمایید. سلام داریم خدمت سردار نظری و امیدواری هستیم که انشالله ایشون هم آوت به خیر و موفق باشه انشالله. تا یه نکته ای داشتم، چون بعدم ممکنه آی سلیمانی قطعنامه رو نخون، آی حجتی قطعنامه رو خوند که از بچه های تحکیم بودون، بچه های تحکیم بودون. آی سلیمانی اونجا یه صحبت کرد، صحبتش این بود که ما که نشستیم ما رو میزنن، چه برسه که شما که بلند شدید وای به حال شما. درست. یعنی ترغیب کرد. یه بیانیه ایرم من نگفتم، وقتی روزنامه توس بسته شد، ماها قبلش روزنامه توس بسته شد، این رو معاون دانشجویی فرهنگ وقت دانشگاه بیانیه داد. یعنی میخوام بگم که دانشگاه ای طرف نبود، یک طرف ماجرا بود، یه طرف ماجرا خود دانشگاه بود و بله. شرایطی که بود. حالا من عرض میکردم که به هر حال ما با دانشجو مشکل نداشتیم، ما خودم دانشجو بودیم و زبون هم میگرم خوب میفهمیدیم. من یادم همون شب که ما بین دانشجو، شب 20 ما بین دانشجوها و نیروی انتظامی قرار گرفتم و اومدم همین دستم بلند کردم، اومدم تو دانشجو، خب یه دشون نقاب داشتن و اینها، بعد برگشتن مادم جلوشون گفتم که نزنید. خب یه کتونی پام بود، پیرم روش احوالم بود، یه محاسنی داشتم، ریختن سر من، بعد زود شناختن. من بهشون گفتم که من خواهش میکنم نزنید، همش خسارته. بعد گفتن که پس برو اونور به نیروی انتظامی هم بگو نزنن. چون نیروی انتظامی بود، از پشت نیروی انتظامی هم چیزی که تحت عنوان لباس شخصی میگن، در واقع این معرکه گرمی بود. فهمشایی رو یه مقدار سریع تر بگین، چون سوالاتمون خیلی زیاده. من دستامو گرفتم اومدم جلوی نیروی انتظامی، فریاد می‌زدم نزنید ما بین این جنگ دانشجویی. و بعدم در واقع اونجا کارم این شده بود که مانع از این بشم که این درگیر صورت بگیره. حتی شاید آقای نظری یادشون نیاد، آقای میراحمدی که بود و آقای نظری که بود توی نیروها رو آورده بودن جلو، زیر پایین ساختمون 14 جلوتر یه ساختمونی هست اونجا. من به خود آقایون گفتم که نیروهاتون رو عقب بکشید، اینجا نشونید، چون نیروها ستون شده بودن توی چیز. گفتن چطور؟ گفتم که اینجا تو معرضید، برید عقب، من برم اون برم ساکت بکنم، تو معرض هم قرار نگیرید. تو همین اسنا که بودیم که دفعه شروع کردن کوکتل مولوتوف از بالای ساختمون ریختن پایین، که بعضی از این بچه های نیروی انتظامی آتیش گرفتن، یعنی توشون مواد شعله ور شد، مواد ریختن روشون. بعد من دیگه نمیتونستم برگردم، برگشتم اومدم از در پشت کوی اومدم، با بچه های دانشگاه علم و صنعت بودیم اینجا توی این یه تیکش، با بچه های علم و صنعت بودیم، 3-4 تا بچه های علم و صنعت. با یه پیکان به من گفتم، من گفتم منو برسونید پشت کوی، که در پشتی کوی برم داخل. اومدم، اون آقای رضایی همرام بود، اومدم برم دیدم که ای مثلا در پشت کوی هم 16-17 نفر با نقاب وایستادن و نمیذارن کسی بره. همونجا به این بچه های 3 تا بچه های دانشگاه علم و صنعت بودن، بهشون گفتم که شما برید، گفتن میزنتون، گفتم شما برید، مثلا شما که دانشجو بودن، بچه دانشجو دانشگاه علم و صنعت بودن. اینا رو با پیکان نرد کردن، من رفتن. بعد خودم اومدم برم داخل، گفت تو کی هستی؟ گفتم من پزشکم. گفت پزشکی که خب کی هستی؟ گفتم این کارت پزشکی خون. گفت زاکانی، همون که سخنرانی های خیلی تندی داره و قهر رو اینا خیلی. گفتم خب حالا که چی یعنی مثلا؟ آره خودم هستم. بعد گفت نمیشه بری داخل. گفتم من میتونم تو نظری برم داخل، من دانشجوام،
کن برم داخل و تو هم دانشجو هستی. گفت نه نمیشه. بعد گرفت نشست و من شروع کردم با هم حرف زدن. گفتم خب دیگه حرف علکی نزن، میشیم با هم یکم حرف بزنیم. نشستیم حرف زدن، یکم که حرف زدیم یخش وارفت. برگشت من گفتش که آقای دکتر، گفتم چیه؟ گفت من یکم مریضم، ته گلوم درد میکنه. همونجا زیر نور چراغ بیخ حلقش رو چیز کردم، ته حلقش رو ماینه کردم و دستی زدم زیر. بهانه بود برای اینکه بعد گفت آقای دکتر شما میتونی بری داخل. گفتم خب من که برم که این آقای رضایی هم هست. گفت این نمیتونم بیاد. گفتم دیگه با دیگه اذیت نکن. گفت پس جونتون به خودتون ها. گفتم باشه ما اومدیم داخل. یعنی مثلا ما میگم با دانشجو قشنگ ما میشد تعامل حرف بزنیم، تعامل کنیم یه هرچ. یه روز شنبه بود، اینم جزء خاطرات عجیبه. شنبه بود، شنبه ظهر جلوی در دانشگاه درگیری شد. خانم رو زدن، با موتوریه رو زدن، درگیری شد. ما همونجا بودیم که این سید آقای سید نظام موسوی رو هم زدن. بله که بود ایشون رو هم زدن. ما تو همون جا من تنها بودم. یه دفعه یکی از این دانشجوهای گروه ب دانشگاهمون، من گروه الف بودم، گروه ب بود، 68 الف 68 ب، آره قرایی بود. ایشون یه دفعه جلو جمع برگشت گفتش که همه زیر سر تو. منو میگی؟ یه دفعه دیدم که جمعیت اومد سراغ من، چون من همه چی میخورد به اینکه به هر حال یه غیریتی داشته باشم. با من تو همین اسنا بودش که یه دفعه خدا به ذهنم بسنم یه نظرم تو صورت ایشون. گفتم چرا مردم رو سر کار میذاری؟ مردم یه دفعه نگاه کردن، شوکه شدن که مثلا این من چه خودمونه، چون رفیقمون بود، دوستمون بود. اونم حالا چه جوری دهنش در رفت، چه جوری شد نمیدونم، ولی یه دفعه ریختن جمعیت رفت عقب. رفت عقب و ایشون گفت پس تو کمک کن. گفتم من که دارم کمک میکنم، وضعیت جمع شد. میخوام بگم که اگه دانشجو بود میشد تعامل کرد، اوضاع احوال تعامل میشد کرد، راحت میشد تعامل کرد. و این کاملا مشخص بود. تو وقتمون چون تقریبا به اتمام، من به عنوان سوال آخر و خواهش من از شما اینه که تا جای ممکن زیر یک دقیقه پاسخ بدید. شاید سوالی که الان بعد از شنیدن این روایت ها مخاطب ما داشته باشه این هستش که این جریان چه سودی میبرده از این همه ایجاد تنش؟ چون تقریبا همین اتفاقات با درصد بالای شباهت سال 88 هم تکرار میشه. از کوی دانشگاه جای شروع میشه، بعد به جای دیگه تسری پیدا میکنه. اینو به عنوان جنبندی میخواین تحلیل بکنین، نظرتون چی هستش؟ من یه اختلاف نظر دارم با این نظری. اختلاف نظرم این هستش که من میگم ورود به کوی کار نادرست است. آقای نظری میگه خب قانون، و من اصلا گفتم مباحث قانونی به کنار، اون که شما فراتر از قانون میگید درست نیست. میگم یه قاعده مندی میخواد و ان شاءالله نیروی انتظامی بتونه چارچوب مندی رو داشته باشه که کار حرفه‌ای کنه. بله کار حرفه‌ای. سال 88 هم این اتفاق افتاد که تمام من خودم صبح زود رفتم کوش و خیلی خیلی خلاصه رفتم کوش. این همین اتفاقی که سال 78 افتاده بود سال 88 هم افتاد و متاسفانه باز جنایت سیاسی یه روی سکه رو میگن این درست نیست، خوب نیست ما مثلا یوونتوس رو محکوم کنیم اما کسی که آشوب اولیه شروع کرده رو نگیم، یا نه مثلا این رو بگیم اون رو نگیم. خب حالا شما جنبندی تو اینه که چرا یه جریانی هستش که یعنی چه سودی میبره از این اتفاقات؟ چه زمانی که مثلا دولت دستش، چه زمانی که دولت نیستش، از این اتفاقات چه سودی میبره؟ مثلا بحران زیستی برای یه عده یه دکون دونبشیه، یعنی چی؟ یعنی این که همیشه چه در قدرت هستن و چه در خارج از قدرت هستن خودشون رو اپوزیسیون قرار بدن و بتونن با مخالف خانی برای خودشون چیه؟ یارگیری کنن. من اون روز تو این مناظره گفتم شما وقتی که تو قدرت هستید بر علیه اسلامیت نظام شورش میکنید، وقتی خارج از قدرت هستید بر علیه جمهوریت نظام شورش میکنید. و این یک امر متداولی برای شما شده که اساساً این اسیانگری و این قانون شکنی رو برای خودتون دارید باب میکنید. لذا به اعتقاد من چون کم میارن و چون ضعف دارن در مواجهه با افکار عمومی و ناکارآمدن و نمیتونن اون کارآمدی اساسی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه عمولو که نیازهای بسیار به حقیست که به اعتقاد من اجرای قانون اساسی است، اگه اجرای قانون اساسی اجرا شه مشکلات کشور حل میشه، نمیتونن اجرا کنن. و شما میگید زمینه بازی رو تغییر میدن؟ من خیلی رک بگم بفهم
من معتقدم تو کشور یک مافیای پنهانی دائما تنش ایجاد میکنه، دائما درگیری ایجاد میکنه و دائما ذهن مردم و افکار عمومی رو درگیر میکنه. این مافیای پنهان سه بعد داره: پرستش قدرت، که قدرت پرست هر جنایتی صادر میشه، پرستش ثروت که از ثروت پرست هر فسادی متصوره، و پرستش بیگانه که از عنصر نفوذی هر خیانتی قابل تصوره. این سه زلی هستن که در هم تنیدن و عواملی که دارن اجرا میکنن. من تو مناظرات اخیرم گفتم، باز کردم، گفتم عواملی هم که طبق اسناد تاریخی تمام عوامل سر در همین سه زل دارن که این مافیای پنهان رو شکل میدن. بخشش خارج از کشوره، بخشش داخل کشوره، و اتفاقا ما اشتباه میکنیم، من این رو هم میخوام اینجا اصلاح کنم، ما اشتباه میکنیم که میگیم این کسانی که تحت عنوان منافق الان از اونها یاد میشه، اینها منافقن. نه، اینا محاربن. منافق کسی است که در داخل جمهوری اسلامی است، مسئول این کشوره، قانون اساسی و مردم رو قبول نداره و برای ضدیت با اون حاضر هر کاری رو انجام بده. من تشکر می‌کنم دکتر. اگرچه سوالات ما خیلی زیاد بود، واقعا بخش قدردویش قابل توجه از اونمون، همکارانم چند تا میان برنامه رو هم آماده کرده بودن که خب متاسفانه فرصت نیست و من همینجا از خدمت شما خداحافظی میکنم، اما استثناءً امشب بعد از خداحافظی بنده با شما یکی از این میان برنامه ها رو با هم ملاحظه میکنیم. تا فردا شب، خدا نگهدار. حوادث 18 تیر آغاز حرکت بود، یعنی هم روزنامه های زنجیری، هم کسانی که آمده بودن که یکی یکی سنگرها رو فتح بکنن، منتها تصمیمی که گرفته شده بود و به خصوص نفوذی که اینا کرده بودن تو همه تشکلهای دانشجویی و جاهای مختلف، در گرم باز نگاه کنیم با آرشیو قبل از 18 تیر ببینیم یک کار هماهنگ شده برای خودشان برنامه‌ریزی کرده بودن با عواملی که از بیرون حمایت میکرد. اینا رو هجده تیر ختم قائله بود، پرونده رو ببندن. اینها همه نیروهاشون اصلا از اکثر شهرستان ها هزینه های نقل و انتقالات هم داده بودن و با اتوبوس اینا نیروهاشون رو وارد تهران کرده بودن طرفدارشان. ما اونجا به محضی که جلو دانشگاه مقابله میکردیم، میامدن جلو پارک دانشگاه، اونجا رو چی میکردیم؟ میدان ولی اصل جمع میکردیم، نیم ساعت بعد ساعت رو میدیم همینا بلا فاصله همان شد با هم میرفتن جمع آوردن. ما موقعی که این بچه هایی که گردانه که تو مساجد بودن و به خصوص حوادثی که داشتیم میدیدیم، تخریب، برخور، شاید بیش از 100 بسیجی ما و بچه های حزب‌اللهی، یعنی که یوزی که محاسن داشت، ریش داشت، اینها با خانمشان، من اینو صحنه رو چون خودم دیدم دارم میگم، یعنی یک برادری که چهره حزب‌اللهی داشت، سوار بر موتور بود، خانم مهاجره که خانمش بشه ترکش بود، اینه وقتی حمله کردن به این چادر خانم برداشن، روسریش رو برداشن، موتور آتیش زدن و زدن چشم این برادر مسلمان ما، از اصلا بیرون آمد، چشم آمد بیرون با این تیک آهنی که زدن بهشان، اصلا رحم نمی کردن. واقعا آدم صحنه هایی می دید که فکر نمی کرد اصلا اینا ایرانی هم، اینها اصلا توی مملکت دارن زندگی میکنن. با این صحنه ها رو بیش از 100 موتور، یعنی ما یه آماری که میگم فقط مربوط به بسیجیان ماست، که بیش از 100 موتور بچه های بسیجی بعد از اجدیتی، یه هفته بعد از اجدیتی که ما آمار گرفتیم، آتی سده بودن، سوخته بود، که دنباله بودیم خسارت این موتورها رو بدیم، یکی 700-800 تومن پول این موتورها رو بدیم، که حالا یه تعدادشان درست شد، یه تعداد هم هنوز خسارت ندادیم، اصلا خود بچه هم دیگه گذشت کردن. خب این صحنه ها رو که ما میدیدیم که هیچ نوع برخورد نمیشه. من خودم یادمه که همین لشکر من بودم، مثل بسیج بودم، اما همین لشکر 27 تو میدان بهارستان، این اگر 2 ساعت دیر رسیده بود به میدان بهارستان و میدان 15 خرداد، بازار تهران یک پارچه آتیش شده بود.
یعنی کسانی که تصمیم گرفتن کلا، یعنی کلانتریه میدان وارسان خل صدا شد، یعنی تمام نیروهاش خل صدا شدن. من کسانی که هماهنگ کرده بودن اختون تمام اسلحه ها رو گرفتن، کلانتری اشغال کردن و تقریبا دیگه می‌خواستن ابتدای وارد بازار بشن. اونم بازار زرگرها، بازار طلافروشان، همه بازار طلافروشا غارت می‌شد. دیگه تو بازجویی‌هاش هم که من اینا که گرفتیم، اینا دیگه همه رو بیان کردن دیگه. ما تصمیم داشتیم خود، یعنی تیمی که بازار زرگرها، یعنی گروه و جمعی دیگه مشخص کرده بودن، خود بازار زرگرها رو غارت می‌کردن. بقیه بازار رو با آتش می‌کشیدن. بازار تهران اگر آتش می‌گرفت که خود بازاریا باز در روزنامه‌ها و آرشیو اون موقع وقتی مراجعه می‌کنیم، خود اینها چه تشکرایی کردن از سپاه و 23 تیرم که حمایت مردم، همون کسانی که دردمند بودن، علاقمند بودن، دوستدار انقلاب بودن، و عده‌ای که یه خود دل سرد شده بودن دوباره آمدن تو صحنه و اون تجمع بزرگ رو ایجاد کردن.